با سلام مجدد حاضرین در تالار و بینندای خوب و نازنین، زنده و سلامت باشین. تشکر از تشریف آوریتان که بسیار ما را خوشحال ساختین. مثل هر روز جمعه که همراه شما بسیار خوش میگذره، امروز خوشبختانه که بر علاوه جمعه روزای مبارک عید هم است و از دیدن شما نازنین ها بسیار زیاد خوشحال هستیم. آرزو دارم که همیشه همتون شاد و سرحال باشین و زندگی به کامتان باشه. اما تو که ما در اول گفتیم سر یکی از موارد بسیار مهم زندگی صحبت میکنیم که خوشبختی است و وقتی از اکثر مردم شما سوال کنین دنبال خوشبختی هستن، اما متاسفانه نمیفهمن خوشبختی چی است و راههای رسیدن به خوشبختی کدام است، که در این برنامه و برنامه بعدی کوشش میکنیم که در مورد خوشبختی و راههایی که ما را به خوشبختی میرسانه صحبتایی داشته باشیم. ولی در اول میخواییم ببینیم که خوشبختی با دو موضوع گره خورده، یعنی بدون از این دو موضوع خوشبختی هیچ وقت واقعی نمیشه. اولش سلامت روانی است. انسانی که از نظر روانی سالم نباشه او هیچ وقت خوشبخت شده نمیتونه. بنان اگر ما میخواییم خوشبخت باشیم، اولین کاری که میکنیم باید از یک سلامت روانی خوب برخوردار باشیم. و دومین موضوع، موضوع موفقیت است. یعنی خوشبختی یک رابطه تنگاتنگ با موضوع موفقیت داره. به این معنا که اگر وقتی ما در مورد صفات انسان سالم صحبت کنیم، در مورد اصول موفقیت صحبت کنیم و در مورد اصول خوشبختی، شما بسیار مشابهت بین این اصول میتونین داشته باشین. اما این خوشبختی چی از دوستای از نازنینم؟ اما تو که هنرمند عزیز ما گفتن که برای یکی مثلا پولدار شدن، برای یکی خریدن خانه، برای یکی خریدن موتر، برای یکی همسر خوب در زندگی داشتن، اما در نهایت تمام از اینا یک چیز پیش انسان میتونه تولید کنه، او یک حس و احساس خوب است. یعنی خوشبختی یک احساس درونی، یک احساس رضایت، یک احساس خوب در مقابل زندگی است. تمام عوامل بیرونی در خوشبختی ما تاثیر داره. تمام عوامل بیرونی خوب برای خوشبختی لازم است، اما کافی نیست. دوستای از نازنینم، به این معنا نیست که اگه یک کسی خانه داشته باشه حتما خوشبخت است، موتر داشته باشه حتما خوشبخت است، پول داشته باشه حتما، همسر خوب داشته باشه حتما. نه، کسایی را شما سراغ دارین که خانه داره، موتر داره، پول داره، همسر خوب داره، حتی کل از اینا رو یک جایی هم داره، اما خودش احساس بدبختی میکنه. که باز ما بعدن اشاره خود کردیم یک تحقیق 25 ساله کردن که خوشبختی چی از بالای 100 هزار نفر و در اخیر یک نتیجه به دست آوردن. خوشبختی احساس درونی که پر از رضایت و شادی باشه. به این معنا که اگر ما از درونی ظرفیت داریم، عوامل بیرونی میتونه تاثیر داشته باشه، ولی اگر از درون ما این ظرفیت نداریم، هر قدر امکانات در بیرون فراهم میسازین، نهایتش تا 6 ماه میتونه شخص خوب نگاه کنه، اما بعدش میره پس به موالت اولی. بنان ما باید این ظرفیت از درون پیش خود پیدا کنیم و به می خاطر است کسایی است که با یک بردوام سه امکانات او آدمای بدبخت خوشبخت هستند. یعنی خانیشان کرایی است، موتر ندارن، امکانات رفاهی خوب ندارن، اما احساس خوشبختی دارن. به می خاطر است که خوشبختی با موضوعات دیگه که من بعدن اشاره خود کردم تفاوت داره. اما میخوایم میره بگیم دوستای از نازنینم، وقتی از انسان ها سوال میشه در مورد احساسشان که تو چی احساس داری؟ 4 تا احساس بیان میکنن. پیش از اینکه ما 4 احساس بگیم، از شما میخوایم در ذهنتان احساستان تجسم کنید. شما چی نوع آدم هستید؟ از خود چی احساسی دارید؟ و بیننده میره پیش خود یک تصور رو تجسم کنند که چی نوع انسان خود فکر میکنن. باز من 4 تا جواب میگم که از امی 100 هزار نفر وقتی پرسیدن یکی از امی 4 جواب داده. جواب اولی بوده که بعضی ها میفتن من خود انسان خوشبخت احساس میکنم، احساس خوشبختی داشتم. بعضی ها گزارش میدادم من احساس بدبختی دارم، خود آدم بدبخت فکر میکرده. بعضی ها بوده گزارش سوم داشته، میگه من احساس بیتفاوتی دارم، نه خوشبخت نه بدبخت، من بیتفاوت هستم. که یکی از مراحل بد زندگی است که کل ارتباط شما همراه زندگی از دست دادید. حتی از بدبختی کرده حالت بیتفاوتی بسیار خراب است که شما تمام
ارتباطی را که با زندگی باید داشته باشین از دست میدین. اما جواب چهارم هم جالب است. بعضیا بی خبری اعلان میکنن، هیچ میگه از خود خبر ندارم که من چی نوا وضعیت دارم. بنان چهار تا احساس پیش انسان ها میباشه: خوشبختی، بدبختی، بی تفاوتی و بی خبری. آرزو دارم شما جوابتان خوشبختی بوده باشه. اما اگر نبودم نارام نشین. ما و شما راهکارهایی را خود گفتیم که این احساس های سه تایی دیگر حتما تبدیل بتانین و برین به سمت خوشبختی. اما دوستای از نازنین، اولین چیزی که در خوشبختی مهم است، یک مربع داریم به نام مربع خوشبختی. اگر شما خود دینمی مربع قرار بتین، دیگه آدم خوشبخت هستین. یعنی یک چارچوکاتی داره خوشبختی، هر خودم اونجا قرار دادی تو آدم خوشبخت هستی و این با چهار تا عین شکل گرفته. چهار تا عین. عین اول عقل، که امروز یکی از عزیزای ما در مورد عقل و خرد اینجا بسیار صحبت های خوب داشتن. یعنی اگر میخواین خوشبخت باشین، اول باید آدم عاقلی باشین. آدم بیعقل هیچ وقت خوشبخت بوده نمیتونه. عین دوم علم است. اگر میخواییم خوشبخت باشیم، دنبال علم باشیم، دنبال آگاهی باشیم. آدم نادان نمیتونه خوشبخت باشه. عین سوم عشق است. روز شما احساس خوشبختی میتونین در زندگی داشته باشین که یک صلح درونی و بیرونی با همه پدیده ها دارین. خود اول دوست دارین از درون، راضی هستین از خود، چیزی که هستین، شکر که همین موجودی که هست. از قد خود ناراحت نیستین، از وزن خود ناراحت نیستین، از چهره خود ناراحت نیستین، از رنگ خود ناراحت نیستین، از منطقی تا ناراحت نیستین. خود پذیرفتین، خود دوست دارین، خود خوب نگاه میکنین. بعدش این دوستی در محیط پیرامونتان با همه انسان ها، شما همه گیره دوست دارین. آدم های خوشبخت کسی است که همه گیره دوست داره، با هیچ کس کینه، تنفر، حسادت، رقابت، دشمنی نداره. خوبی همه گیره میخواه. روزی که خوبی دیگاره میخواین، خوبی در زندگی خودتان زیاد شده میره. بسیار جالب است وقتی شما خوبی و خوشی دیگاره بخواین، در ذهنتان آماده میشین که خوبی و خوشی خودم میخواین. روزی که بدخواهی دیگر هستین، بدخواهی خودم میباشین. روزی که بر دیگر سخت گیری کنین، بر خودم سخت گیری میکنین. بنان دوستای از نازنینم، روزی که شما به این مرحله برسین که خود دوست داشته باشین، مردم دوست داشته باشین، طبیعت دوست داشته باشین، خداوند متعال دوست داشته باشین که خالق همه هستیست، شما زندگی رو بردین، نهایت خوشبختی رو میتونین احساس کنین. ولی عین چهارم چی؟ عمل کردن. آدم خوشبخت اهل عمل است، دالی که آدم بدبخت آدم نقزدنی و غرزدنی است، خود خورده میره. شما دو تا نفر در نظر بگیریم، مثلا دو تا خانم خانه شروع میکنیم. یک خانم خانه جارو رو گرفته، جاروگک خودم میکنه، در جارو گیتار خودم میزنه، شاکو جان هم میخونه، خانه پاک میشه. اما یک تو دیگه جارو رو گرفته نق میزنه، خاک در سر ما، ما جارو کش هستیم. در خانه پدر جارو کده میرفتیم، گفتیم عروسی کنیم خوب شوه، هنوز جارو کشتر شدیم، دختر به دنیا آوردیم، جوان شوه، دست ما رو بگیره کلش میره پانتون، باز ما اینا میچه کار از اینا رو بکنیم. ای خدا خورده رو ایست نق میزنه. یا بعضی یاردی در خانه هم تشتکت خود غر زده رو ایست، برش میگه چی گپ هست بان ما رو دیگه تو حالی نمیمونی که خودم گپ بزنیم قار. یا حتی دیدین مثلا طفلک هاشتن خنده میکنه در خانه، چون خنده میکنین او مثلا میگه ما به این خاطر امیون با خنده میرزه بخیزین برای این در اون خانه برین، او رو در اون خانه روان میکنه، اون رو دیگه هم خنده میگره، باز خودش پرسان میگنه خب فلانی چطور مرد؟ این فقط قصه مرگ دیگار کار داره، یعنی در قبرستان زندگی میکنه. بنان اهل عمل باشیم. و یکی از عملایی است که ما میخوایم خوشبخت باشم. ما تصمیم میگیرم از امروز، هدف خود تعیین میکنم که ما میخوایم خوشبخت باشم. دوستای نازنینم، باید این را اشاره کنم که خوشبختی با موضوع لذت فرق داره. متاسفانه در فرهنگ ما و حتی بعضا از کسایی که سخنرانی میکنه شنیده میشه که اساس زندگی لذت میگن، مثلا صحبت میکنن میگه اساس زندگی لذت بردن است. نه دوستای نازنینم، اساس زندگی لذت بردن نیست، به خاطری که لذت چند تا مشخص داره. اول لذت حسی است، با حس شروع میشه، یک چیزی رو میبینیم لذت میبریم، یا یک چیزی رو مثلا یک چاکلیت به دهن خود میمونیم شیرینی احساس میکنیم، این لذت است. و لذت به سرعت شروع میشه اما با ختمش پس فروکش میکنه. وقتی چاکلیت خلاص شد دیگه پس لذت هم از بین میره. همیشه بیرونی است، یعنی یک عامل بیرونی بیه بر شما. دالی که خوشبختی رو گفتیم احساس درونی است، اگر نداشته باشین هیچی نمیتونه. مشکل دیگه که در لذت موجود است،
آهسته آهسته باید مقدارش زیاد کنین. چی معنا؟ وقتی شما این لذت چند بار تکرار کردین، دیگه اون لذتی را که در اول برای شما میداد نمیته. مثلا در قسمت خوراکه برای شما بگیم، یک دفعه دوری کودکی رو یادتان بیارین، مثلا کلچه اگه کم بوده باشه، او کلچه چی مزه‌ای داشت، کلچه میخواستی بخوری، ولی حالی که کلچه زیاد خوردی، کلچه زیاد است، یا می روزی دمی چند روزی کلچه دیگه بدت شده، یا مثلا گوشت قربانی هر جای است از بس که گوشت خوردی دیگه میبینه. به می خاطر از لذت، کسایی که دنبال لذت از چند تا مشکل پیدا میکنن، اول زیاده روی باید ایر زیاد بسازن، دوم تنوع طلبی باید انواع مختلف، و متاسفانه این دو گپ شما را میبره به سمت انحراف، به سمت اعتیاد و بدبخت میسازه. به می خاطر به خاطر ثابت بسازم لذت تنها بد است. مثلا کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن لذت میبرن از مواد مخدر، اما فکر میکنین خوشبخت است؟ نه، قبول لذت یک جز خوشبختی است، اما لذت مساوی به خوشبختی نیست. یعنی کسایی از در اوج لذت بدبخترین آدم هستن. مثلا کسایی که خود تحمل نمیتونن با مواد مخدر چی میکنن؟ خود به ایسو احساس میکنن، یعنی خود نشناسن، خود درک نکنن، خود فراموش بسازن، این خوشبختی نیست. برعکس یک مثال دیگام بتم که دیگام استناد پیدا کنه، کسایی از در اوج سختی های احساس خوشبختی داره، چون هدف داره در زندگی، سختی میکشه اما احساس خوشبختی میکنه، بر بشریت کار میکنه. مثلا فکر کنید پیامبر اسلام زحمت میکشه، به سرش باش کمبه ایوان میزنن، سنگ میزنن، کفشاش خون پر میشه، اما احساس بدبختی میکنه؟ نه، احساس خوشبختی میکنه، بشریت میخواه نجات بده. اما شما رهبرای بزرگ، فرض مثال گاندی با یک چادرک است، زندگیش سخت است اما احساس خوشبختی داره، بر مردم کار میکنه. یعنی خوشبختی در راستای زندگی، در راستای حرکت با بشریت یک جا شدن است. دالی که لذتی کار نداره. بنان دوستای از نازنینم، یعنی لذت بردن هدف زندگی نیست. اگه لذت از طریق درستش باشه، امرا با خوشبختی باشه، خوب و خوب. اگر نه، وقتی شما لذت پرست شدین، متاسفانه زمینه انحرافات بر فراهم میشه و میتونه شخص به سمت بدبختی بره. که یک مثال خوبشه، شما دا آدم های معتاد دیده میتونین، اینا لذت برده را ایستن اما بدبخت شده رئیس، و میبینین سابق یک مقدار مواد مخدر برشان لذت میداد، حالا او را باید دو چند کنه، سه چند کنه، چهار چند کنه و از کنترل خودشان دیگه خارج باشه.